هجدهمین روز خرداد ماه برابر با 8 ژوئن سال 1209 خورشیدی برابر با 1830 میلادی، اختراع کبریت توسط کامبرر مخترع آلمانی. مهمترین تفاوت کبریت اولیه با کبریت های امروزی کندی احتراق آن بود. بعد از کامبرر چندین محقق دیگر بر روی کبریت ساخته شده توسط کامبرر کار کردند تا اینکه فیلیپس آمریکایی موفق شد کبریتی مشابه کبریت های امروزی بسازد. سال 1248 خورشیدی برابر با 1869 میلادی، اختراع جاروبرقی توسط آیوز مکگافی در آمریکا به ثبت رسید. سال 1365 خورشیدی برابر با 1986 میلادی، در گذشت ذبیح الله حکیم الهی دشتی، مشهور به ذبیح الله منصوری، پیشتاز و ناصر مترجم، مترجم، روزنامه نگار، نویسنده و قهرمان بوکس سبک وزن ایران که در سنندج دیده به جهان گشود و در مدرسه آلیانس فرانسوی ها مشغول به تحصیل شد. او پس از چندی به کرمانشاه رفت و زبان فرانسه را از پزشکی که به این زبان تسلط کامل داشت فرا گرفت و سپس راهی تهران گشت و روزنامه کوشش را بنیان نهاد و با سمت مترجم داستان، مقاله و مطالب علمی شروع به کار کرد. وی پس از آن با روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، ایران ما، داد، باختر، اختر امروز، پست تهران و مجله‌های خواندنی‌ها، ترقی، تهران مصور، روشنفکر، سپید و سیاه، امید ایران و دانستنی‌ها همکاری داشت. ذبیح الله منصوری در طول عمر خود در حدود 1400 کتاب و نشریه منتشر کرد که از پرفروشترین کتاب‌های زبان فارسی به شمار می‌آیند. و بنا به برخی شواهد موجود، بسیاری از کارهایی که به نام ترجمه او منتشر شد در واقع تألیفات خود او بوده، اما بنا بر شرایط آن دوران که ناشران بیشتر گرایش به چاپ آثار ترجمه داشتند تا تألیف، او هم آثارش را به نام ترجمه چاپ می نمود. ذبیح الله منصوری سرانجام در 77 سالگی بر اثر ناراحتی قلبی درگذشت. سال 1375 خورشیدی برابر با 1996 میلادی، در گذشت غلام حسین نخشینه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در تهران چشم به جهان گشود و به دلیل علاقه وافرش به هنرهای نمایشی ابتدا نزد افراسیاب آزاد و سپس به عنوان اولین گروه از محصلان هنرستان و هنرپیشگی به فراگیری این هنر مشغول شد و پس از اخذ دیپلم به تدریس فن بیان در همان هنرستان پرداخت. پس از گذشت چندی نخشینه به بازی در تئاتر روی آورد، اما به گفته خودش عدم استقبال مردم از پیس‌های جدی سبب شد تا مدیران تئاتر تصمیم به اجرای تئاتر کمدی بگیرند و به همین دلیل این مسئله نیز موجب شد تا او به سمت سینما کشیده شود. ایفای نقش در فیلم ها و سریال های تلویزیونی، به ویژه بازی در نقش دایجان در سریال تلویزیونی دایجان ناپلون، برای نخشینه شهرت خاصی به همراه آورد. اما پس از انقلاب اسلامی وی تنها به چند بازی کوچک در فیلم های سینمایی اکتفا کرد و سرانجام در 93 سالگی در تهران درگذشت. We'll be right back.